سلام رفقا، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و هر کجا که هستید زندگی به کامتون شیرین باشه. مهدی هستم، میزبان و همراه شما در کانال. امشب قراره که با هم پرونده عجیبی از تهران که یه زن و مرد به طرز عجیبی به قتل میرسن و توی بررسی‌های پلیس و دادگاه مشخص میشه که به مقتول زن تجاوز هم شده بوده و همه این کارها به وسیله یه نفر اتفاق افتاده رو بررسی کنیم. قبل از هر چیز خوشحال میشم اگه به این تیپ محتوا علاقه دارید حتما صفحه ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید، و اگه دوست داشتید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، چرا که با این کارتون باعث میشید خانوادهمون روز به روز بزرگ و بزرگتر بشه. من هر شب ساعت 9 با یه پرونده جنایی همراه شما هستم. بریم وارد پرونده بشیم تا ببینیم ماجرا دقیقاً از چه قراره. اواسط فروردین سال 1400 زن جوونی به اسم مهناز بعد از اینکه از کارای خریدی که صبح بازار رفته بوده برمیگرده، وقتی وارد خونه میشه متوجه زن برادرش توی پذیرایی خونه که خوابیده بوده میشه و اولش شک میکنه که چرا باید نسترن توی خونه اونا باشه، ولی وقتی پیشش میره تا بیدارش کنه متوجه میشه که اون نفس نمیکشه و مرده. مهناز که به شدت میترسه سریع به نیروهای پلیس و آمبولانس تماس میگیره و مامورای پلیس بعد از ثبت گزارش خودشون رو به محل حادثه میرسونن و بررسی‌های خودشون رو شروع میکنن. اما از اونجایی که چیز مشکوکی توی خونه پیدا نمیکنن، جنازه رو به پزشکی قانونی منتقل میکنن تا کارشناسای پزشکی قانونی هم بررسی‌های خودشون رو انجام بدن و ماجرا رو از مهناز هم از این طرف پیگیر میشن. مهناز توی اظهاراتش به نیروهای پلیس میگه اون روز صبح واسه کارای خرید از خونه خارج شده بودم و چند ساعتی بیرون بودم، اما وقتی به خونه برگشتم شاهد زن برادرم توی پذیرایی خونه شدم و وقتی متوجه شدم که مرده سریع به نیروهای پلیس و آمبولانس تماس گرفتم. مامورا بعد از اظهارات این زن تحقیقات تخصصی خودشون رو شروع میکنن تا اینکه پزشکی قانونی هم گزارش خودش رو آماده میکنه و طبق این گزارش مشخص میشه که قبل از اینکه نسترن فوت بشه بهش تجاوز شده. برای همین پلیس مطمئن میشه که این یه قتله. اما مسئله مهمی که این وسط وجود داشته، تو تمام مدت این تحقیقات همسر نسترن مشخص نبوده که کجاست. مدتی از این ماجرا میگذره تا اینکه اهالی یکی از محله های هشتگرد گزارش پیدا شدن یه جنازه توی خیابون‌های اطراف اونجا رو به پلیس میدن و نیروهای پلیس به محل حادثه میرن و بعد از بررسی‌هایی که انجام میدن جنازه به پزشکی قانونی ارسال میشه و در کمال ناباوری معلوم میشه که جنازه متعلق به همسر نسترن یعنی بهرامه. برای همین پلیس برای بار دوم مهناز رو به اداره آگاهی میبره و مهناز این بار هم میگه که از این ماجرا اصلا خبری نداره، ولی نیروهای پلیس توی بررسی‌هاشون متوجه پیامکی که از گوشی مهناز برای نسترن فرستاده شده بوده بودن و وقتی موضوع رو با مهناز در میون میذارن، این زن تو اظهاراتی تا حدود زیادی سرنخ‌های مهمی به پلیس میده. اما ماجرا دقیقاً از چه قراره و چه اتفاقی افتاده بوده؟ اجازه بدید کمی به عقب برگردیم و ماجرا رو با جزئیات بررسی کنیم. چند سال قبل دختری به اسم نسترن که از یه خانواده معمولی بوده با پسری به اسم بهرام آشنا میشه و از اونجایی که به هم علاقه‌مند میشن تصمیم به ازدواج میگیرن و موضوع رو به خانواده ها میگن و با رضایت خانواده ها با هم ازدواج میکنن و زندگی مشترک خودشون رو توی خونه بهرام شروع میکنن. بهرام و نسترن به مرور زمان به هم علاقه‌مند
بلند میشن و زندگی خیلی خوبی داشتن، اما چون به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداشتن، برای همین هنوز نمیخوان که بچه دار بشن و از طرفی بهرام یه خواهر هم داشته که حدوداً 2 سال بعد از ازدواج اون با نسترن برای مهناز هم یه خواستگار میاد. این دخترم از اونجایی که از خواستگارش یعنی مصطفی خوشش میاد، برای همین جوابش مثبت بوده، اما بهرام و خانواده اون چندان به این وصلت رضایت نداشتن و به مهناز پیشنهاد میدن که فعلا دست نگه داره و به مصطفی جواب بله نده، اما خب این دختر گوش نمیکنه و این دو نفر با هم ازدواج میکنن. مهناز و مصطفی هم بعد از اینکه ازدواج میکنن مدتی از زندگیشون میگذره و اونا هم تصمیم میگیرن تا فعلا بچه دار نشن و ارتباط خانوادگی بهرام و خواهرش از اونجایی که اختلاف سنی چندانی نداشتن زیاد بوده و حتی هر از گاهی نسترن خودش تنهایی به خونه خواهر شوهرش میرفته. رفت و آمدای این دو خانواده هم مدتی به همین منوال میگذره تا اینکه مصطفی 2-3 باری که نسترن به خونه اونا تنها رفته بوده کرمش میگیره و روی زن برادر خانومش حس پیدا میکنه. برای همین تصمیم میگیره تا یه جورایی مخ این زنو بزنه و باهاش دوست بشه و وارد رابطه بشه، اما نسترن اصلا همچین زنی نبوده و خیلی سر به زیر بوده. مصطفی غیر مستقیم چند باری که نسترن به خونه اونا اومده بوده جوری باهاش حرف میزده که بهش بفهمونه به اون حس داره و نسترن هم بعد از یه مدت متوجه این موضوع میشه، اما اصلا به این مرد رو نمیداده و یه بارم حتی با خود اون حرفش شده بوده و این زن به مصطفی گفته بوده که اگه موضوع رو به بهرام بگه اونو زنده نمیذاره. برای همین مصطفی یه مدت بیخیال این موضوع میشه تا اینکه یه فرصت مناسب گیرش میاد. اوایل فروردین سال 1400 مهناز که گوشیش خراب شده بوده و نیاز به نرم افزار داشته به مصطفی میگه که گوشیشو درست کنه و این پسرم که ذهنش مدام درگیر نسترن بوده به ذهنش میرسه که با گوشی زنش با نسترن توی خونهشون قرار بذاره و اون به این زن پیام میده که فردای اون روز به خونه اونا بیاد و نسترن هم که فکر میکنه مهناز بهش پیام داده قبول میکنه و مصطفی بعد از اون همه پیاما رو پاک میکنه و گوشی رو تحویل زنش میده. فردای اون روز اما توی ساعتی که قرار بوده نسترن به خونه مهناز اینا بیاد، مصطفی زنش رو میفرسته پی نخود سیاه و بهش پول میده و میگه که بره بازار و واسه خودش و خونه هر چی که لازم بوده رو تهیه کنه. مهناز هم که از هیچی خبر نداره قبول میکنه و واسه خرید وسایل از خونه خارج میشه. مصطفی هم توی خونه منتظر نسترن بوده و این زن بعد از اینکه به اونجا میرسه و وارد خونه میشه، مصطفی از پشت نسترن رو میگیره و نمیذاره که داد و بیداد کنه و بعد هم اونو به اتاق خوابشون میبره و جای زنش میخوابونه و بهش تجاوز میکنه. نسترن بیچاره هم هر چی تلاش میکنه که از دست این مرد نجات پیدا کنه نمیتونه و مصطفی بعد اینکه کارش تموم میشه این زن اونو به شدت تهدید میکنه و میگه که شوهرم زندت نمیذاره. برای همین اون میترسه و بعد از تجاوزش این زن رو با روسری خفه میکنه و جنازه رو به پذیرایی خونه میبره. این پسر یهو به ذهنش میرسه که اگه بهرام از ماجرا با خبر بشه حساب اونو میرسه و زندش نمیذاره. برای همین جنازه رو همون جوری توی خونه رها میکنه و با ماشینش میره سمت هشگرد و اول به زنش زنگ میزنه که توی هشگرد و ماشینش خراب شده تا اگه ماجرا لو رفت زنش به قضیه شک نکنه. بعدم به بهرام زنگ میزنه و میگه توی هشگرد مونده و ماشینش خراب شده و اینجوری میخواد تا بهرامو به اونجا بکشونه و از شرش خلاص بشه. بهرام هم که از هیچی خبر نداره بلند میشه میره هشگرد و وقتی به اونجا میرسه مصطفی بعد از اینکه چند دقیقه‌ای با اون حرف میزنه و بهرام که سرش گرم ماشین میشه از پشت با آجر چند تا ضربه به سر این مرد میزنه و بهرام بیهوش روی زمین میفته و بعدم این پسر اونو خفه میکنه و با ماشینش از اونجا فرار میکنه.
مهناز هم توی اداره پلیس دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه که به احتمال زیاد شوهرش از طریق تلفن اون به نسترن پیام داده بوده و اون رو به خونهشون کشیده و احتمالاً قتل برادرش هم به گردن اونو و به شدت از این موضوع ناراحت و پشیمونه که چرا به حرفای برادرش گوش نداده و با این پسر ازدواج کرده. مامورای پلیس اما بعد از اظهارات مهناز طی عملیاتی اطلاعاتی که انجام میدن مصطفی رو که مدتی ازش خبری نبوده رو بازداشت میکنن و این پسر هم از اونجایی که تقریبا همه چیز مشخص شده بوده اعتراف میکنه و میگه که مسبب همه این ماجراها اونه و به خاطر یه هوس دست به چنین کاری زده. نیروهای پلیس اما بعد از اینکه این پسر اعتراف میکنه و صحنه جرم رو هم بازسازی میکنه، کیفرخواست اون رو صادر میکنن و مصطفی متهم به 2 فقره قتل عمد و تجاوز به عنف میشه و پرونده به دادگاه فرستاده میشه و رسیدگی به این پرونده توی 2 مرحله توی دادگاه جنایی استان تهران شروع میشه. قاضی پرونده اما شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه و خانواده نسترن و خانواده بهرام درخواست قصاص میکنن و مصطفی وارد جایگاه میشه تا از خودش دفاع بکنه. اون توی دفاعیات خودش اتهاماتش رو قبول میکنه و میگه به خاطر یه هوس زودگذر دست به چنین کاری زده و الان به شدت پشیمونه. قاضی پرونده اما از مصطفی سوال میکنه که واقعا ارزشش رو داشت که به خاطر یه هوس زندگی 2 تا خانواده رو به هم بریزی؟ مصطفی هم هیچی نمیتونه بگه و سرش رو میندازه پایین و در نهایت شواهد و مدارک پرونده مجددن بررسی میشه و مصطفی به اتهام 2 فقره قتل عمد، به 2 بار قصاص و به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم میشه. خیلی مخلصیم رفقا، رسیدیم به انتهای پرونده. خوشحال میشم نظراتتون رو توی قسمت کامنت ها برام بنویسید و پیشنهاد میکنم حتما این پرونده رو که مربوط به زنیه که 30 سال از همسر خودش کوچیکتره و دست به کارهای عجیب و غریبی میزنه و به شوهرش خیانت میکنه رو حتما ببینید.